رویدادهای ایران و جهان از دیدگاه آقای منشه امیر. درود بر همگان. علی خامنه‌ای در سوگ حسن نصرالله هلاک شده و صحنه خارج شده 5 روز عزای عمومی اعلام کرده. در ایران رهبر حکومت اسلامی ایران می آید و برای یک فرد غیر ایرانی در لبنان رهبر یک گروه تروریستی که میلیاردها دلار پول ملت ایران رو بلعیده 5 روز عزای عمومی اعلام میکنه. نه 1 روز، نه 2 روز، نه 3 روز، معمولا 3 روز اعلام میکنه، 5 روز اعلام میکنه. و این در حالی که سران و بلندپایگان سپاه پاسداران و شخصیت های دیپلماتیک و سیاسی رژیم ایران که در سوریه و لبنان و جاهای دیگه هلاک شدن هرگز این عزای ملی اعلام نکرده بود. وقتی قاسم سلیمانی هلاک شد اون موقع هم باز 5 روز عزای عمومی اعلام نکردن. البته 3-4 روز جسدش رای از این شهر به اون شهر بردن. واقعا این هم یک توهینه به فرد مرده که تابوتش رو هی از اینجا میبرن اونجا، از اونجا میبرن یه جای دیگه که برای حکومت شهرت و محبوبیت بسازن. این هم یکی از فجایع حکومته. و مردم در ایران البته خیلی نمیتونن علنی صحبت کنن، صداشون رو بلند کنن، ولی میگویم به ما چه؟ ما مردم ایران خوشحالن، پر از شعف و شادی هستند که یک جیرخار رژیم ایران، یک مفتخور، یک زالو، یک فتنگر، یک قاتل هلاک شد، به دست اسرائیل هلاک شد. من با این که تلاش میکنم که هیچ فردی از داخل ایران با من تماس نگیره، ولی ده ها پیام رو به طور غیر مستقیم از مردم ایران دریافت کردم، پر از شادی، پر از خوشحالی، آواز خوندن، رقصیدن، میگن ما مست کردیم به افتخار شما، میگویند بیبی قربان تو، جان ما فدای تو بیبی. یکی میگوید که من شما وقتی که این رژیم برفته ما خیابان بزرگ تهران رو به نام تو میکنیم بیبی. البته بیبی یا بنیامین نتانیاهو رو مظهر کشور اسرائیل میدونن، ولی من چند بار گفتم و تکرار میکنم این موفقیت بزرگ اسرائیل، موفقیت واقعا باور نکردنی، موفقیتی که باید ده ها فیلم ازش درست بکنن، که تونست با این شهامت و استادی اون پیجرها رو منفجر بکنه، اون بیسیم ها رو منفجر بکنه، حسن نصرالله رو پیدا بکنه، به موقع بزنتش و دیگران رو نابود بکنه. الان حزب الله واقعا بدون رهبری مونده، بدون فرماندهان مونده و چه خواهد کرد؟ اینها رو مردم ایران بسیار خوشحالن، بسیار تشکر میکنن از مردم اسرائیل و دولت اسرائیل. ولی علی خامنه‌ای در 2 پیامی که منتشر میکنه، پیام سوگواری و عزاداری به خاطر نابود شدن حسن نصرالله، هیچ دیگه اون تهدیدهایی رو که قبلا گفته بودند درش دیده نمیشه. هیچ دیگه خونخواهی و انتقام و دادخواهی و اینایی که پس از اسماعیل هنیه گفته بودند دیگه در این یکی وجود نداره. اسماعیل هنیه مهمتر از حسن نصرالله بود که برای اون گفتید دادخواهی میکنیم، برای این یکی دارین سکوت میکنیم. واقعیت اینه که حکومت ایران میترسه، سخت به هراس افتاده، در حدی که میگویند و به احتمال زیاد درست میگویند الان از شب، یعنی آدین شب، علی خامنه‌ای دیگه جرأت نمیکنه در بیت رهبری بخوابه. میگویند که فرارش دادن به جاهای دیگه،
خدا میدونه که کجاست. سران و فرماندهان سپاه پاسداران همشون ترسیدن به همون نسبت که اسرائیل توانست حسن نصرالله رو ردیابی بکنه و با اون استادی نابودش بکنه. تصور بر این است که میزان رخنیابی شبکه اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران بسیار گسترده تره. بنابراین می ترسن که مبادا همین بلا سر سران حکومت ایران بیاد و از این نظر احتیاط میکنن و دیگه حتی اسرائیل رو به طور مستقیم تهدید نمیکنن. مگه علی خامنه‌ای نگفته بود که اگر اسرائیل کوچکترین غلطی بکند، یادتون هست، کوچکترین غلطی بکند ما تل آویو و بندر حیفا رو نابود خواهیم کرد. این رو خامنه‌ای گفته، حتما به یاد دارین. چی شد؟ میگویند که اونها میگویند که آره اسرائیل هی ما رو تحریک میکنه که پای آمریکا رو به جنگ علیه رژیم ایران بکشونه. خب اگر انقدر میترسین دست از فتنه‌گری بردارید، بیایید سیاست آشتی رو در پیش بگیرید. نمیتونن، به خاطر اینکه اگر بگن مثلا مثل پزشکیان که گفت اگه اونا اسلحه‌شون رو زمین بذارن ما هم اسلحه‌مون رو زمین بیذاریم، بعدم به شدت ازش انتقاد کردن، رژیم ایران نمیتونه به ایدئولوژی خودش خیانت میکنه اگر دست برداره. ولی ادعا میکنه که اسرائیل میخواهد که با گسترش جنگ پای آمریکا رو به میان بکشه و از طریق آمریکا رژیم ایران رو نابود بکنه. این رو باید در نظر داشت. حالا باید پرسید که این حزب الله لبنان به کجا میره، آیندهش چه خواهد شد. مسلمی که در حال حاضر بسیار فلج. شما این موشکهایی رو که در دو روز اخیر شلیک شده به سوی خاک اسرائیل حساب بکنید، ده ها موشک بوده، شاید مثلا 80-90 تا در ظرف دو روز و نصفی به سوی خاک اسرائیل شلیک شده. ولی چه نتیجه ای داشته؟ چقدر تلفات در بین مردم اسرائیل به وجود آورده؟ چقدر خرابی رو ایجاد کرده؟ خیلی ضعیف، خیلی کم. اولا تا این ساعتی که من با شما صحبت میکنم هیچ کس در اسرائیل در اثر این موشک ها کشته نشد. چند نفر زخمی شدن، نه به خاطر موشک ها، بلکه به خاطر اینکه در اون 10 ثانیه، 15 ثانیه، 30 ثانیه حد اکثر که وقت داشتن که بدون به طرف پناهگاه امن، خوردن زمین و پاشون شکسته یا زخم دیگری برداشتن. ولی در مجموع این موشک هایی که از طرف حزب الله به سوی خاک اسرائیل شلیک شده بی هدف بوده، همینطوری شلیک کردن. و کارشناسان میگویند که بله، علتش این است که اولا اون سرکردگان و فرماندهان نابود شدن، ثانیا اونایی که باقی موندن و این موشک ها رو معمولا روی وانتبار سوار کردن، این وانتبار ها برای اینکه شناسایی نشن در حال حرکت موشک ها رو شلیک کردن و در چنین حالی خیلی نشانه گیری دقیق غیر ممکنه و غیره. و یک موشک بالیستیک هم پرتاب کردن که به دریا افتاد، یعنی اون هم باز از هدفش منحرف شده بود. حوثی ها هم دو تا موشک زدن که دیدیم قبل از اینکه به خاک اسرائیل برسه نابود شد. و بنابراین حکومت ایران از هر جهت که ببینید اوریان مونده. اسماعیل هنیه رو در تهران میزنن، در ساختمانی که متعلق به سپاه پاسداران بوده بسیار بسیار دقیق میزننش و حکومت ایران تهدید میکنه، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. یک موضوعی که جریانات رو خیلی بغرنج میکنه این تفاوت در دیدگاه مردم اسرائیل نسبت به زندگی و
حسن نصرالله و حزب الله لبنان و حتی حکومت اسلامی ایران وجود داره. خوب یادمه که 4 سال پیش بعد از اینکه قاسم سلیمانی به هلاک شد، حسن نصرالله گفتش که در راه هر مسلمانی وظیفه‌شه که در راه خداوند فی سبیل الله جهاد بکنه، و اگر در این جهاد علیه دشمن پیروز بشه، خب پیروز شده. اگر هم شهید بشه، باز هم پیروز شده. چرا؟ به خاطر اینکه جانش رو در راه اسلام داده. مستقیما هم میره بهشتون، حوری های بهشتی هم منتظرشن، 70 تن از خانوادهش هم میرن بهش. یعنی اینها هر جنگی رو با هر نتیجه که باشه برای خودشون پیروزی میدونن. همین علی خامنه ای دو روز پیش، ساعتی قبل از اینکه هلاکت حسن نصرالله اعلام بشه، گفته بود که هم حماس در نبرد با اسرائیل پیروز شده و هم حزب الله لبنان، و ما هم در جواب گفت، در واکنش گفتیم که تا باشه از این نوع پیروزی ها باشه. شوربختانه واژه شکست در قاموس اینها وجود نداره، هر چیزی رو پیروزی میدونن و این وضع رو بغرنج میکنه. و علی خامنه‌ای حاضر به ادامه دادن جنگ هست تا آخرین نفر لبنانی، تا آخرین نفر شیعه، تا آخرین نفر حماس، تا آخرین نفر جهاد اسلامی، ولی خودش میترسه که به طور مستقیم وارد جنگ بشه. نمیخواد که اون وضع مسخره 12 آوریل گذشته رو که در یک شب 300 تا پرنده نظامی پرتاب کردن که شامل موشک بالیستیک بود، موشک کروز بود، پهپاد بود و راکت بود و غیره تکرار بشه، چون اونجا خودشون رو مسخره کردن و بیشتر از اون هم قدرت ندارن. ولی میآیند و ناجوان مردانه دیگران رو، مسلمانان دیگر رو تحریک میکنن، بیکاران رو استخدام میکنن، بهشون از جیب ملت ایران پول میدن و میگوین که بجنگید و کشته بشید در راه اسلام. و حسن نصرالله هم گفته بود که اگر پیروز بشیم پیروزیم، اگرم شهید بشیم بازم پیروزیم. و این از شیوه فکر این گروهی که جز مرگ و خونریزی چیز دیگری رو نمیشناسن. پروردگار یکتا نگاهدار ایران عزیز باشد. درود بر همگان.